سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. مبارزه امروز، مبارزه ایری پروژاسکا در مقابل ودیم نمکوف است. ودیم نمکوف سمت راست، داورم بیگ جان مکارتی، ایشونم که ایری پروژاسکا از چکسلواکی. بخواییم این مبارزه رو براتون گزارش بکنیم. مبارزه از همین لحظه آغاز میشه در کشور ژاپن. سازمان رایزین، مربی ودیم نمکوف فدور امیلیاننکو هستش و میدونین که هم سامبوکار خیلی خوبیه، همین نمکوف، هم فدور هم سامبوکار عالیه. ایری پروژاسکا کیک باکسینگش بی نظیره، قد بلندتری داره، ریچ ادوانتجش بیشتره، 193 سانتیمتر قدشه و اینجا با یه ضربه یه ذره گیجش میکنه. ایری پروژاسکا میره برای زیرگیری اقدام بکنه، زیرگیری عالی، یعنی سامبوکار هم حریف رو بلند میکنه، میکوبه زمین به راحتی. بدیم نمکوف روس کشتی بلد و سامبو بلده، گردن حریف رو گرفته. ببینید اینجا خطرناکه، یا ممکنه گیوتین بزنه. بله میپیچه که گیوتینش کنه. ایری پروژاسکا با دستش کنترلش میکنه و حالا گیوتین رو جمع جور کرد، محکم آورده بالا. ببینیم میتونه تموم بکنه کار ایری پروژاسکا رو یا نه. خیلی پوزیشن خطرناکه، یه چرخش هم میزنه. ایری پروژاسکا میخواد تلاش کنه خارج بشه، موفق نمیشه، پا رو درگیر میکنه، میارتش در خاک، بازم گردن رو محکم گرفته. خیلی خطرناکه، هر ثانیه احتمال داره تموم شه و با یه چرخش خارج میشه. باری کلا به ایری پروژاسکا، واقعا سخت بود از این مخمسه خارج شدن. یه دستم بهش میده با یه خنده، چقدر اعتماد به نفس داری ایری پروژاسکا. و نمکوفی که چه کرد، نمکوفی که چه کرد، متولد 1992 20 جون. اونورم ایری پروژاسکا متولد 1992، باز دوباره برای دیگری اقدام میکنه و حریفو میره در خاک به راحتی. نمکوف سامبوکار، در سامبو کشتی فرنگی، کشتی آزاد، جودو، برزیلین جوجیتسو، همه اینا هست. خودش برای خودش یه MMAه، همی از MMA نداره واقعا سامبو. دستو میزه رو سر حریف، محکم فشار میده، میارتش پایین. ببینید چقدر قشنگ گیری پروژاسکام میخواد آرمبار بزنه، داره آرمبار رو جمع جور میکنه، میخواد بلند کنه. دید سنگینه، پشیمون شد، همون یه زانو زد. باهوشه نمکوف، باری کلا خوب داره کار میکنه. جفت فایترها، فایترهای در سطح بسیار بالان، بلند میکنه. ببینید با آرمبار بلند کرده حریف، من یاد جان جونز میندازه با ویکتور بلفورد. بله خارج میشه از این مخمسه، نزدیک بود که دستش بره در استگار. چند تا ضربه به سر و صورت ایری پروژاسکا میزنه. عرض کردم کمبت سامبوکار عالیه و فدور هم مربیش بوده. اونورم ایری پروژاسکا که اون زیر داره ضربات پیاپی میخوره، اصلا دست کمش نگیرید. همه کنون هم داره قوقا میکنه در UFC و موتای، کار خیلی خوبیه، کیک باکسر بسیار عالیه. 32 تا مبارزه الان کرده، 28 تا برد داشته، 25 تا ناک‌اوت کرده، 2 تا سابمیشن بارم دیسیژن. الان داره در فول گارد چند تا ضربه میخوره از نمکوف. مبارزه در سال 2015 برگزار شده ولی مبارزه فوق جذابیه. هامر پانچ‌های پیاپی به سر و صورت ایری پروژاسکا داره میزنه نمکوف. ببینید ضربات پیاپی داره میزنه، محکم، چپ راستای عالی در فول گارد، ریلکس هم داره میزنه با یه سرعت مطمئن که انرژی خودش رو نگیره. ایری پروژاسکا با یه چرخش خارج میشه. واقعا دو سه تا جا خطرناک بود برای ایری پروژاسکا، میتونست تموم بشه مبارزه. پا میشه، انرژی زیادی هم گرفته از پروژاسکا. یلفوک اوورهند اومد بزنه نمکوف که موفق نشد. ایری پروژاسکا در ایستاده بهتر کار میکنه. یه فرانکیک اومد بزنه، یه آبلکیک هم میزنه، یه آبلکیک دیگه، کامبینیشن خوب نمکوف. باز دوباره در کلینچ باید مواظب باشه ایری پروژاسکا، در کلینچ نمکوف خوب کار میکنه. یه بکی که عالی میزنه وسط شکم ایری پروژاسکا. خب مافگاردش میفته بیرون، حفاظ دهانش، داور یه لحظه نگر میداره، حفاظ دهانو میذاره داخل. داورم بیگ جان مکارتی که الان دیگه تو بلاتوره، داور بین‌المللیه، میتونیم بگیم جز اولین داورای MMA بوده، اولین داور UFC که بود. و 5 دقیقه و 30 ثانیه هم به پایان راند اول، فرصت از زیرگیری میکنه و اینجا باری کلا چه بدلی میزنه، میارتش در تاپ ماند و حالا بک تاپ ماند. پوزیشن بسیار خطرناکی. ایری پروژاسکا کجا اومد؟ اومد تو بهشت جوجیتسو کارا.
میگه ازش دستشو گرفته اجازه نمیده که پروژاسکا دستش آزاد بشه که بتونه گردنو بگیره بریر نکت چوک کنه، چون اینا سامبوکارن تمام این تمرینا رو کردن ولی تو پوزیشن خطرناکی گیر کرده. 5 دقیقه هم وقت داره پروژاسکا، وقت مطمئنیه. ببینیم بریر نکت چوکش میتونه بکنه یا نه. ودیم نمکوف هم فایتر واقعا عالیه، 16 تا مبارزه کرده، 14 تا برد داشته، 9 بار ناکات، 3 بار سابمیشن، 2 بار دیسیژن و اینجا اسیر ایلی پروژاسکا شده. باز دوباره میخواد ترانزیشن بکنه که بیاد در فول گارد، اگه بتونه یه ذره دیگه به چرخه میتونه بیاد در فول، که اجازه رو بهش نمیده ایلی پروژاسکا. پروژاسکا نگهش داشته، نمکوف هم اجازه نمیده که دستش بخواد رها بشه. پروژاسکا دست پروژاسکا رو گرفته، حداقل یه دستشو میگیره که نتونه گردن رو جمع جور کنه، نفس جفتشون هم گرفته و اون چرخشی که اون موقع بهتون گفتم الان زد، اومد در فول گارد، میاد بالا که بیاد در استک گارد، مطمئن‌تر نیروی بیشتری میتونه وارد کنه به سر و صورت حریف. در استک گارد خیلی خطرناکه، به سرعت پامش یه ساکر کی که ریزو هم نمکوف میزنه، یه جام های کیکو میخواد بزنه که موفق نمیشه، نزدیک حریف میشه. نمکوف یه رایت پانچ، سرشو میاره جلو، ایلی پروژاسکا که جا خالی بده باز بر زیرگیری اقدام میکنه، ببین میتونه بذاره زمین یا نه. سامبوکا رو عرض کردم اینا بلد همه پا رو درگیر میکنه و بله دوباره پروژاسکا رو آورد در خاک. حالا این رفت پشته پروژاسکا و پروژاسکا با یه چرخش اومد در مانت، حالا در زیر قرار گرفته پروژاسکا و نمکوف در تاپ مانت، ببینیم چه میکنه. فرق دوتا فایتر الان در این پوزیشن مشخص میشه، ترجیح میده که زور نزنه بیاد بالا، از همین زیر فعلا کنترلش کنه، ضربه هایی رو به سر پروژاسکا میزنه، این ضربه اصلا قدرت نداره ولی کمی امتیاز ثبت میکنه، کمی خیلی کم با کمترین نیرو، اگه دستش باز بشه بیاد بالا اون ضربه ها ضربه های پرقدرتیه و امتیازش هم بسیار متفاوته. اینجا ببین با فشار میره که دستو باز بیاد بالا، بالا آها این چرخش که داره میکنه میخواد ساب میشن کنه، میخواد آرمبار کنه، بله آرمبار رو گرفته ببینیم میتونه دستش آزاد کنه به چرخونه باری کلا، بعد پشت میچرخه به سبک تونی فرگوسن و خارج میشه از این مخمسه. پروژاسکا خاکم خوب داره کار میکنه، دوباره اومد در همون مخمسه بدجور و خودشو خارج کرد. عجب مبارزه این مبارزه، کلکسیونی از فنون داره رد و بدل میشه در خاک، در سبک برزیلیان جوجیتسو، بهشت جوجیتسو کاراس اینجا در خاک و سامبوکارا. خب جوجیتسو بهتری دارن ولی خب ایلی پروژاسکا نشون داد که کمی نداره از اینا، بلند میشه، معلومه پروژاسکا ترجیح میده ایستاده مبارزه رو ادامه بده. یه دونه کیک دیگه وسط شکم میزنه، دستشو گذاشته اون پشت انگار وسط ساحل خوابیده، داره آفتاب میگیره، اونم یه دونه خوابون وسط دیافراگمش، میره به بغل و در یک غافلگیری یک ضربه رو میزنه به سرش. حالا میاد در سایت کنترل، باز پوزیشن بهتر، خوب داره کار میکنه ایلی پروژاسکا، در خاک اصلا کمی از سامبوکارا نداشته، به راحتی هم اومد در مانت پوزیشن و حالا در تاپ مانت با یه چرخش میاد در بکسیتینگ، حالا میاد ریر نرکت چوک رو جمع و جور کنه، اگه بتونه گردن رو بگیره کارو تموم کرده اینجا، اگه بتونه ساب میشن بکنه که تموم کرده کارو. حالا با اون یکی دست مخالف نصف و نیمه جمع کرده، بتونه اینو محکم بگیره مثل مار بوا محکم به جسمه میتونه تموم بکنه. نه خیرم اشاری نمیاره، فقط ما داریم جواب میدیم مثل اینکه. دست چپ و دست راست رو امتحان میکنه، دست چپ دست راست، بعد این نمکوف هم یه جزر بهش نمیده، موقعیت خوبیه یه دستشو بگیره و محکم فشار بده، کم فشار بده، پاش نباید بذاره در بیاد. ببینید یه پای ایلی پروژاسکا در اومده، این پا در اومدن باعث میشه که حریف بتونه بچرخه و خارج بشه، ببینید بله میچرخه و خارج میشه و میاد در سایت کنترل، پاشو داره میاره بالا که نیاد تو سایت، حالا در نورت ساوت قرار گرفته، یه پوزیشنی که بعضی وقتا اگه حریف رو محکم بگیری با یه چرخش میتونید دوباره نورت ساوت برعکس بکنی، با یه چرخش خارج میشه دوباره و دو تا ساکر کیکش نمیخوره به صورت ایلی پروژاسکا، دست میزنن تماشاگرها، واقعا جفتشون خوب کار کردن. حالا ایلی پروژاسکا در ایستاده شروع میکنه به ضربات پیو پیو زدن، یه های کیک، چند تا ضربه دیگه،
حریفش هم گیجه، 10 ثانیه تا پایان بیشتر نمونده ولی خوب داره حمله میکنه ایری پورشاسکا، یه دونه فلاینگ نیک که پاشو میگیره میارتش در خاک و دیگه فکر کنم رانده یک دیگه باید تموم شده بتونیم. بله رانده یک به اتمام برسیم. واقعا خفم جفتشون خوب کار کردن ولی رانده یک صدشون رو گذاشتن و نفسشون رفت. ایری پروژاسکا نفسش بهتره، این رفت نشست، این نمیتونه وایسه. نمیتونه وایسه، بعد این نمی کن. اینجا بود اول رانده یک، من گفتم تمومه. جان جونز یادتونه یه بار این فن رو زد به لیونا ماچیدا و تمومش کرد. بعضی وقت اینجوری میزنن یا اینکه یهو میارن در خاک گیوتین و اینجا هم آرمبار رو آورد بالا و خودش رو رها کرد. کلکسیونی افنون رو دیدیم ما در راند اول. بعد این نمیگفت رفت، نمیتونه این مبارزه رو ادامه بده اینجوری که بدونه که رو صندلی بزنش دارن یخ میزنن که این استراحت کامل بکنه. تمام نمیتونه ادامه بده. تموم شد و ایری پروژاسکا این مبارزه رو برد. ببینید دوستان نفس چقدر مهمه. خوبم کار کرد، باری کرد به ایری پروژاسکا، دستش به عنوان پیروز بالا میره و پزشکان دارن چکش میکنن. ضربه بعدی هم به چشش خورد. ببین چشش چه بادی کرده. امیدواریم زودتر حالش خوب بشه. بعدیم نمیگفت که ببینید ایری پروژاسکا میاد دلجویی ازش میکنه. نمیگفتم فایتر خوبیه دوستان، الانم داره خوب کار میکنه هم در هیوی ویت هم در لایت هیوی ویت. ایری پروژاسکا در لایت هیوی ویت داره خوب کار میکنه. ببینید مربیش هم میاد بغلش میکنه، همون مربی که دقیقا با فدور امیلیاننکو هم در مبارزات میاد. دوستان این صحنه های بازی ها رو با هم ببینید. صحنه همین مبارزه است که چند تا از بکیکاشو داشت نشون میداد و در ژاپن این اتفاقا زیاد میفته که فایت های بسیار بسیار جذابی رو ببینیم. عجب کیکی اینجا زد، دستش گذاشته بود پشت سرش. فایت خوبی بود، امیدوارم شما هم لذت برده باشین. فایت های ایری پروژاسکا همیشه جذابه. نظرتون رو در مورد این فایتر بهمون بگین و مستند کاملش هم حتما تو پیجمون ببینین، گذاشتیم براتون در مورد ایری پروژاسکا. فایتر خوبه، چک. لطفا ما رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید که هر ویدیوی گذاشتیم بتونید به سرعت ببینید. ما هر شب برنامه داریم، جا میمونید. مرسی، خدا نگهدار.